جمال اون چه که برخی از نازرها چه بسا کابوس سیاست داخلی آمریکا توصیف می در این دقایق رخ داده و اون هم این هستش که ما به فردای انتخابات رسیدیم بدون اینکه دقیقا بدونیم این چه کسی برنده این انتخابات هست همزمان هر دو نامزد انتخابات هم مدعی هستند که بخت کافی برای پیروزی دارند به ویژه آقای ترامپ که گفت چه بسا پیروز شده در این انتخابات دلیل اینکه هر دو نامزد جمهوری خواه و دموکرات تاکید دارند که میتونن در این انتخابات پیروز بشن هم جزئیاتی هستش که توی این نقشه من میتونم بهشون اشاره کنم و ببینیم که چطور هر دوی اونها میتونن رئیس جمهور بعدی ایالات متحده ای آمریکا باشن اونچه که ما در اینجا میبینیم تا این لحظه آخرین نتایج انتخابات هستش که در اون جو بایدن نامزد دموکرات ها و دونالد ترامپ نامزد جمهوری ها از نظر آلای آرای الکترال با همدیگه تفاوت خاصی ندارند در این حال اون اتفاقی هم که در درون ایالت ها افتاده کاملا شباهت داره به وقایعی که در سال 2016 رخ داد یعنی ایالت هایی که در سال 2016 به هیلاری کلینتون رای داده بودند تا اینجا به جو بایدن رای دادند و تمام ایالت هایی که به دونالد ترامپ رای داده بودند هم تا اینجا به دونالد ترامپ رای دادند به جز یک استثنا که اون هم در نبراسکا هست در یکی از ایالتهایی که در این وسط ایالات متحده ای آمریکا قرار داره و از قوانین ویژه‌ای برخورداره در تمامی ایالت ها قانونی وجود داره به اسم winner's تیک آل که به این معنا هست کسی که تو این ایالت اول بشه تمامی آرای الکترال رو از آن خودش خواهد کرد به جز دو استثنا در مین و نبراسکا که در این دو ایالت بر اساس حوزه های انتخابی مجلس نمایندگان آرای الکترال تقسیم میشه به همین دلیل هم نبراسکا دو تا از آرای الکترالش به دونالد ترامپ رسید و یکیش به جو بایدن رسیده در انتخابات قبلی هر تا به دونالد ترامپ رسیده بود به دلیل اینکه این رقابت بسیار نزدیک هست حتی یک این یک دونه رای هم میتونه نتیجه انتخابات رو تغییر بده و به یک سمت دیگری ببره که من توضیح میدم تا اینجای کار در ایالت های خاکستری شمارش آرا تا اندازه پیش رفته و ما میتونیم این سناریو رو در نظر بگیریم که مثلا در ایالت نوادا که تا اینجا جو بایدن جلو هست اگر او موفق بشه این ایالت رو به دست بیاره در آریزونا که وضعیت خاصی هست و همچنان دموکرات ها امیدوارند برخی از شبکه ها هم حتی پیشبینی کردن که دموکرات ها اونجا پیروز میشن اگر اون رو هم به دست بیاره و... بعد وضعیت برمیگرده به سواحل شرقی و این قسمت از ایالات متحده آمریکا که هایی هستند که سابقا صنعتی بودند و در حال حاضر کارخانه‌های زیادی اونجا بسته شدند و به همین دلیل هم در انتخابات رفتارهای متفاوتی از خودشون نشون میدند در ارتباط با نامزدی که به افزایش شغل یا بازگرداندن شغلها به ایالات متحده شعارهایی رو مطرح میکنه این سه ایالت در واقع سه ایالتی هستند که هیلاری کلینتون اونها رو باخت و به دلیل اون هم انتخابات سال 2016 رو از دست داد در این انتخابات هم این سه ایالت همینقدر اهمیت پیدا کردن در ادامه اگر که بخوام توضیح بدم که بر اساس آنچه که شماره شده در حالا چه سناریویی وجود داره که پیش بره ما میتونیم حدس بزنیم که شاید آقای ترامپ شانس بیشتری داشته باشه برای اینکه ایالت کارولینای شماری رو ببره، جورجیا رو ببره. البته خودش گفتش که از نظر خودش اینها رو برنده هست. می‌بینیم که اگر این اتفاق بیفته، همچنان دو نامزد نمیتونن به رقم جادویی 270 رأی الکترال برسند چرا آقای ترامپ فکر میکنه که این انتخابات رو برده به خاطر اینکه در هر سه این ایالتها آقای ترامپ پیش هست از رقیب دموکرات خودش فرض کنیم که او موفق بشه ویسکانسین رو ببره و همچنین میشیگان رو هم به دست بیاره و با پنسیلوانیا آخرین ایالتی که چه بسا نتیجهش در این انتخابات ایالت بشه اعلام بشه به 287 رای الکترال خواهد رسید و او برنده انتخابات خواهد بود از اون طرف آقای بایدن هم خودش رو در موقعیتی می‌بینه که چه بسا برنده بشه علتش این هستش که فکر می‌کنه که اگر پنسیلوانیا رو ببره بدون اینکه میشیگان و ویسکانسین رو ببره با آریزونا و نوادا می‌تونه در واقع به رای 270 برسه حتی اگر که پنسیلوانیا رو هم آقای ترامپ ببره اما برگردیم به نقشه و ویسکانسین و میشیگان رو آقای بایدن موفق بشه در این انتخابات پرنده بشه این دوتا رو بدون پنسیلوانیا موفق خواهد شد که با آریزونا و نوادا رئیس جمهور ایالات متحده بشه اینجا اونجایی هستش که یک دونه رأی به دست اومده در اینجا به کمکش خواهد اومد چون تعداد آرا 270 رأی خواهد شد اگر که موفق بشه اون دو ایالت رو به دست بیاره نکته مهم این هستش که ایالت پنسیلوانیا همچنان شمارش آرا درش ادامه داره و احتمال داره که تا پایان امروز هم نتیجه اعلام نشه